Muerto! Carrying Uche Disabler with her fearsome trick shots, summons, spirits, and a sidearm to spare Muertra Knack from taking lives was so impressive. Death himself put her on the payroll. A twin pistooled engine of Deadeye Vengeance, Muerta Shepherds. Wayward soul to the other side. Whether they want to get there or not. And if they need more convincing, she's ready to reveal her true form as a murderous spectral nightmare if it helps them die a little faster. این داره میگه که بچه ها پچ 7.33 هنوز نیومده، 7.32 ای رو دادیم بیرون و اسکم شدین، ترجمهش اینه. و داره میگه که فرنها چیز جدیدی که اومده هیروی موئرتا با یه سری تغییرات ماینر دیگه، همون شتیه که قبلا بود، یه ذره تغییر تو آیتما و اینجور چیزاست. ترجمهش یه هم چیزی، ذره متنش چیز اصطلاحا هم بهش میگن نثر مسجع، یه ذره سنگینه. آره نثر مکلف، ببخشید نثر مسجع میگم، یه ذره نثر متکلفی داره. ولی در کل خلاصش اینه که آقا 7.33 نیومده و مثل که اپریل میاد. حالا یه دونه چیزم، یه پچ دیگه هم احتمالا اون طرف داریم. من یه ویدیو هم برای تاریخ دقیق پچ، همونطور که میدونید همیشه تاریخ دقیق بتل پس، تاریخ دقیق پچ، همه اینا رو من همیشه ویدیو میدم تو یوتیوب و روز و تاریخ دقیقش رو بی برو برگرد میگم، همونطور که تاریخ و روز و ساعت این پچ که امروز اومده بهتون گفتم و اصلا چیز نبود، بدون یک دقیقه خطا اتفاق افتاد. در اینجا حتما یوتیوب من رو دنبال بکنید دیگه، اگه از دست دادید هیچ ایرادی نداره، یوتیوب رو دنبال بکنید که از دست ندین. خدا رو شکر که چت رو نمیتونم بذارم روی اسکرین. خب اوکی آقا، دمو کنیم اول هیرو رو یا فاکینگ پچ رو بخونیم؟ چت کدومش؟ ها هیرو رو زرت بپریم توش، تلنتاش رو داره نشون میده، یا چیز کنیم دمو دمو بس؟ اوکی اوکی ها اوکی، هیچ کی اصلا بعد پچ براش مهم نیست. خب گو تو لادا دمو موئرتا. خب کاش میشد این چیزش از اول پلی کرد، این یاروشو. حالا جلوتر اگه تونستم براتون دمو میکنم. باحاله چقدر. بذار قیافش رو اول ببینی، این شکلیه هیرو. من یاد این گنگ پلانک بود تو لیگ آف لجندز، کی بود انگار مثلا ورژن زنشه، یه همچین حسی داره خودش. اگه هیروش درست اسمش یادم بیاد، آره اونا که لیگ بازا چیز میدونن. خب تو چت نمیدونم داریم یا نه. خب اد اومد. خب سریع همه چیز رو بگم بچه، لول یکش اسمش دیدشات، لول دو نه شوخی میکنم، سب میکنیم که اد تویچ بره و بتونید ببینید. آره یه ترکیبی از مدوسا و چیز دیگه، همین هیروی لیگ آف لجنز بود، نمیدونم گنگ پلنک بود، کی بود اون بود سنا. من اونقدر لیگ آف لجنز بازی نکردم دیگه، سنم به سنا قد نمیده اگه یه همچین هیروی داریم تو لیگ آف لجنز. چه انرژی داری نصف شبی پاک، همش فیکه اینا، همش پید اکتوره، به هم پول داده شده که اینقدر با انرژی براتون استریم بکنم، وگرنه پچ جدید به تخم. منظورم اینه که پچ جدید خب براش خیلی هایپ بودم تا الان و همیشه انتظارش رو میکشیدم و به خاطر شماها بیدار موندم، چون شماها به من انرژی میدید، همین هایپ شماست که منو هایپ میکنه. ولی خب به حال یه کانسپتی به اسم پید اکتور هست، اگر نمیدونید چیه هیچ وقت سرچش نکنید. چه عجب، احساس میکنم که کست کویک وات پر آیتم اوورایدز من کویک کست زینمه. این چیه؟
اوه چه چیز خوبی آوردن. خب حالا اینو بعدا نگاه میکنیم. چرا من آیتم های تی پی و چیزمو نمیتونم کوی کست بذارم؟ وات دی فاک، کوی کست این چرا پریده؟ یعنی الان تی پی من نورمال کست فقط. وات هلو والو، میشه تی پی کوی کست منو برگردونی؟ وات دی اکچوال فاک، چیکار کردی ولوو؟ یا حضرت. خب اوکی وات اور، حالا هیرو رو میخوایم ببینیم، ولش کن. برو پر آیتم اونجا هست، ولم کن بابا، ریدن تو چیز. نه شوخی میکنم، الان میخونیم. اوکی دد شات مورتا فایرز. بذار یه آرک فارن. نه بذار آرک فارن، نه بذار یه لینا بیاریم. منظورم اینه که یه لینا بیاریم روش اسپلا رو تست بکنیم. یه دقیقه واسه ریموو، چون پچ قبلی من از لینا حقیقت خیلی بدم میومد. هر چی اسپل است رو سر این بیناموس بخوام خالی بکنم. هرومزاده. خب دت پرافت، آره یه دت پرافت هم بیاریم، اسپلا رو کلا روی این دوتا بزن. آره لینا و دیپی خسته شدم دیگه، انم در اومد انقدر لینا دیپی لینا دیپی لینا دیپی. بس یه نیچر هم بیارم، اکچولی یه نیچر پرافت هم بیارم، حالا از نیچر هم به هم میخوردیم به ترتیب دیگه. لینا رو میذاریم اینجا، نیچر رو میذاریم اینجا. خب اوکی دد شات ابیلیتی یونیت اور تری وکتور، آها به وکتور تارگت فقط هم میشه به چیز زد. اوکی بذار من فعلا کیو دبلیو ای دی اف آر رو بزنم فعلا. اوکی میگه آقا کیوشو نورمال کستم بذار بکنیم فعلا بعد که بشه دید. میگه آقا کیوشو اگه وکتور تارگت کنی از این یه جامپ میکنه به یه چیز دیگه. آها این فیر میشه. اوکی اوکی اینطوریه که یه چیزی شوت میکنه به درخت یا هیروی انمی، یعنی من رو درختم میتونم اینو تارگت کنم. آها اینطوری، آره که دمیج میده یکم سلو میکنه و دن ریچاکش رو دوباره از اول چیکار میکنه؟ The target direction ریکاچت اگه درست خونده باشم. The target direction برمیگرده خلاصه به یه تارگت دیگه. The ricochet damages all unit that it passed through stopping when it hits a hero. آها به همه چیز، به همه یونیت ها دمیج میده تا بخوره به اولین هیرو دیگه اونجا استاپ میشه. Heroes hit by the ricochet are feared away from the impact. ریکشه بخون. اوکی ریکشه بذار ببینم. ریکوچت ریکشه اوکی اوکی ممنونم. ریکشه میکنه این داستان. ریکشه خب دمیجش چقدر؟ 300. ریکشه فیر دیوریشن بین 1.5 تا 2 ثانیه فیر میکنه. ایمپکت سلو پرسنت 100% سلو میکنه برای نیم ثانیه اون تارگتو. یعنی من اگه الان کیو رو بزنم داداش، آه این اسلو میشه، اولی اسلو میشه، بذار این را بره. آره این نیم ثانیه 100% اسلو میشه. 100% اسلو یعنی امسش میشه 100 اگه اشتباه نکنم. بس ببینم، آره میشه 100. وقتی 100% اسلو میشین امستون میشه 100. خب اوکی این اولیش 300 تا دمیج، پس هم به این میزنه هم به اون میزنه دیگه. یعنی من اگه اینو لول اپ کنم هم این 300 تا میخوره هم اون 300 تا میخوره. دقیقا بیا اینجا دی پی، بیا اینجا کارت دارم. یو اور فرست کانت اکت. دی پیمون چی شد آقا؟ بیا اینجا، بیا بیا قهر کرد اصلا داداش. خب این از این. حالا لول دومش ده کالینگ، زنگ زدن، نه صدا کردن. ابیلیتی پوینت تارگت، خب اینم که پوینت تارگت، یعنی اینجا میزنی یه اتفاقی میفته. او چه باحاله صدا رو. خب فاز فاز سازی می دقیقه گره یه دقیقه بس. Summons a group of four revenants that slowly circle
چهار تا روح ثابت میکنه که دور یه دایره میچرخن، حالت این ریچواله مراسم فلان. آره. That slowly circle the targeted location. خب enemies within the area are slowed and have reduced attack speed. اوکی اسلو میشن، احتمالا هم موومنت اسپیدشون هم اتک اسپیدشون. Revenants deal damage and silence the enemies as they pass through them. یعنی اون روحا وقتی میخورن به انمی هم دمیج میدن هم سایلنس میکنن. هر دفعه که دمیج میخورن 108 دمیج ای بابا، هر دفعه که هیت میکنن یه نفر 180 تا دمیج میدن، از 45 180 تا. 10 ثانیه دیوریشن کل این مراسم ریچوالیه که انجام میدن. موومنت اسپید اسلو 30 ثانیه، اتک اسلو از 30 درصد موومنت اسلو، اتک اسلو از 30 تا 60 تا. سایلنس دیوریشن 2.5 3.5. چقدر هم دمیجش خوب اسکیل میشه، دو برابر میشه از لول 1 به لول 2. ولی اتک سلوش و اینا دیگه نه، اونقدر اسکیل نمیشه. سایلنسش هم همینجور 2 میشه 3.5. کولدانش کلا 30 ثانیه. این از این لول هست که یه دونه بگیری با حال میشه، وسطش هم سایلنس میکنه، نه فقط این. تا آره یه همچین چیزی دارن، یه همچین هیت باکسی دارن، بخورم بهت سایلنس میکنن. و بعد اگه اینجا واسی پرما سایلنسی دیگه، حتی اگه لول 1 باشه. ببینم ببین سایلنس سایلنس سایلنس. خب اینتروالشون من حدس میزنم از اونجایی که سایلنس دیوریشنش 2.5 ثانیه است، ما تقریبا هر چقدر داره میخوره تقریبا 30% 2.5 میمونه، 1/3. یعنی دو تا تقریبا 0.8 ثانیه، تقریبا هر 1.5 ثانیه به نظر میاد که میخورن، هر 1.5 ثانیه به نظر میاد که هیت میکنن. یعنی پرسک شما اگه اینجا دو تا 180 تا میخوری تو مثلا 3 ثانیه. آره نه 3 تا 180 تا میخوری تو، نمیدونم الان خیلی حالا چیز نیست، مهم نیست، بعدا حساب میکنیم. اوکی این ده کالینگه با حاله، فقط هم سایلنسش چیزه. اسلوش هم که دیدیم دیگه، یعنی این اسلو میشه تا بیاد بیرون کونش پاره میشه از اینجا بیاد بیرون. و اتک اسپیدش هم که کلن کم هست آلردی، اتک اسپیدش 88 میاد بیرون. لینگر هم میشه روش، موومنت اسلو لینگ میمونه روش. بدقیقه باستا ببینم، نه به محض این که میاد بیرون امسش 23. آره به محض اینکه بیاد بیرون امسش زیاد میشه. خب آره مثلا با آتوس چیزی. خب این با آندرلورد جواب میده، اون وسط گهدونی را میندازن یا با آرینای مارس. مورتاز اتاك هاف ا چانس تو فایر ا سکند شات ات انادر تارگت. خب این پسیوه، اوکی آره پسیوه، از اسپل ایمیونیتی هم رد میشه. اتکاش شانس داره که یه شات دیگه به یه تارگت دیگه بزنه که پرایورتایزینگ هیروز چانسش هم اگه پر کنی میشه 50%. یعنی من اگه اینو پر کنم این اتک من بالاخره از 20% شانس داره که به یکی دیگه هم بخوره. داداش میشه نمیری یک شب بخور به یکی دیگه نکنه من بعد تو آها آره تو اونا که تو رنجم هم. بذار من لیول اپ کنم. رنجش چقدره؟ رنجش چقدره؟ اندازه رنج خودمه؟ ببین من الان رنجم به این نمیرسه، به اینم نمیرسه. واسه داداش چیکار میکنی؟ به این نمیرسه، به اینم نمیرسه. یه ذره بریم عقب‌تر. الان به هیچ کدوم اینا رنجم نمیرسه. خب. اوه یه ذره رنجش بیشتره. یکم چقدر بیشتره؟ چرا نمی نویسه ایریای اینو؟ مگه میشه ننویسه تا چه ایریایی این اتفاق میفته؟ if no other units are in range she fires both guns at the original target. اگه هیچ چه چیز مهمی تو آلتش نوشته، نوشته اگه هیچ تارگت دیگه ای نباشه جفتش رو میزنه به همون تارگت، یعنی دابل اتک میزنه. Sentinel shot can hit units within the mortar's attack range
پلاس 150 داداش، کل این توضیحات تو باید تو چیز اصلی بنویسی. 150 تا از اتک رنج خودش بیشتره. من داشتم اینو دستی تست میکردم. The secondary shot can trigger attack modifiers. Oh shit. یعنی میولنین، مرسروم، اینا آیتم های اصلی شه، چون این اتک ویوره دقیقا، با این تفاوت که ویور 100% اونو به یه نفر میزنه، ولی این ممکنه به یکی دیگه تو اون چیز بزنه دیگه، یه هیروی دیگه بزنه. و چیزم همه چی هم انجام، دزول، نمیدونم میلستروم، نمیدونم همه چی دیگه، کریتیکال اینا. این آفرین، این آقا نیم جایروه. آه الان دوتایی زد. بذار من یه دونه مثلا یه چیز مثلا سیکرد ریلیک بخرم. نه دیواین نه داداش، سیکرد ریلیک بخرم. این یه دونه اتک هم اینجوریه. آره این دابل اتک همه، جفتشو زد به این. چقدر جالب، پس تک باشی تلمبتو میزنه، چون 50% شانس داره دابل اتک بزنه. یعنی خیلی چیز وحشتناکیه. یک و نیم برابر دمیج میزنه دیگه. بعد میخونم دیگه. سعید خیلی پچ بزرگی نیست، حالا اگه دوست داشتی میتونی بیای. آره مورتا ترانسفورم بیکامینگ ترانسفورمز بیکامینگ ایمیون تو فیزیکال دمیج. آه خب شیش میکنه، فیزیکال دمیج میخوره، چیز فیزیکال دمیج نمیخوره. All of her attack damage is deal as magical damage. مورتا gains bonus attack damage and phase movement speed. خب یه چیزی شبیه اون آیتم چیزه Revenant Brooch، میگه همه اتکاش ماجیکال میشن و تازه اتک دمیج بیشتر هم میگیره و مثل فیز بوت میشه، از تو همه چی هم رد میشه. دیسپل تایپ، بیسیک دیسپل، یه بیسیک دیسپل هم انجام میده. ننوشته توی توضیحاتش، این پایین نوشته. و دیسپلبل هم نیست. دیوریشن 6-7-8 ثانیه. ترانسفورم دیوریشن 35 ثانیه طول میکشه عوض شه شکلش. بونس اتک دمیج هم 50-75 ثانیه. یعنی که من اگر مثلا میگم این دیواین رو بذار بخرم، اینو مثلا لول مکس کنم، یه دوتا هارد، یه دوتا ای سی هم آرمور هم بخرم براش. خب ناکو چجوری به این اتک میدم؟ این چجوری دمیج میدم به این؟ خب حالا اولتی کنم ببینین چجوری دمیج میدم بهش. اولتی کنم، یک دو سه تا کلم بهش میزنم. تو چقدر صفحه جالب میشه وقتی من اولتی میکنم. ولی حالت عادی اینی رو آرمور زیاد چیز نمیشه، اتک عادیه. بعد این رو کریتیکال و اینا میخور دیگه، یعنی اگه کریت بزنی بیس اتک تایمش چنده؟ بیس اتک تایمش احساس میکنم عادی نیست. این هم چیزش. اوکی دد کامز فور یو، گو تو لو دات. اوکی بس بف احساس میکنم بیس اتک تایمش از چیز کمتر. آه 1.7 استانداردمون 1.7 بود. آره 1.7 احساس میکنم بیس اتک تایمش استاندارد نیست. اجیل گینش هم کم نیست. هیرو اصلا چی هست؟ اجیلیتیه؟ هیرو اینتلیجنسه؟ اینتلیجنس کری وای نات. سه و سه ده هم پر لول اینتلیجنس میگیره، سه تا پر لول اجیلیتی میگیره، دو تا پر لول استرنگ میگیره. این سه تا پر لول اجیلیتی خیلی زیاده ها به عنوان کری. خب پس یه سوال، اگه این بی کی بی بزنه کلن ما دمیج نمیدیم بهش دیگه، درسته؟ یعنی اگر من شیش کنم این بی کی بی کنه، من کلن آره دمیج نمیدم، اصلا دمیج نمیدم، اصلا دمیج نمیدم. ولی خوب حذف میکنه ملت رو، پاره میکنه ملت رو. خب اوکی پس تقریبا همه چیز رو فهمیدیم. خیلی به نظر هیروی سختی نمیاد، ولی خفنش اینه که مثلا از اینجا میتونه این تارگت رو بزنه، از اینجا اینو میزنه، خیلی باحاله. اینش رنجش خیلی زیاده اکچولی.
من الان بخوام این تارگت رو بزنم، به جای اینکه اینو تارگت کنم روش، اینو تارگت میکنم این شکلی روش. این فیر هم میشه به همون جهت هم حرکت میکنه. یا حتی مثلا یار رو میخوای بکشی میتونی اینجوری بزنی بهش، میتونی اینجوری بزنی، مثلا داری چیسش میکنی بعد مثلا این داره فرار میکنه، یه جوری بزنی که اینجوری فرار کنه. حالا من ریدم، بذار مثلا بذار اینو بدیم کنار، اینجوریش کنی. این مثلا جهت فرارش رو عوض میکنی، میرینی توش، یا اگه پشتش یه یونیتی باشه بر میگردونی. مثلا داره اینجوری فرار میکنه، مثلا داره اینجوری فرار میکنه، تو اینجوری میکنی، بعد اینجا مثلا میذاری از اینا اسلو میکنی. خیلی باحاله، باحاله. بعد استرینت گینش یه ذره کمه دیگه، فقط که یعنی بعد آیتم های استت و استرینت و اینا روش بخریم. تالنت هاشم الان نشون میدم، 8 استرینت همین الان داشت، اسپیکینگ اف استرینت کم همین الان داشتم میگفتم، استرینت 8 استرینت خیلی چیز خوبیه. یه دونه دد شات دمیج که اف کورس چت ما هممون دد شات دمیج قرار بگیریم، هر کی استرینت بگیره پوسیه و خب این دمیجش خیلی مهمتر. 100 تا خیلی زیاده ها، 400 تا دمیج به دو نفر، 800 تا دمیج تو فایت با یه بشکنه. آره رو درختم میشه زد، اینا رو توضیح دادم اون اول بچه ها نبودیم. 25 تا دمیج کلن دد شات کست رنج. ببینم اون وقت این دد شات کست رنج فقط روی این کست رنجش یا اون کست رنجش هم هست؟ یعنی مثلا من اگر اینجا بذار من یه چیزی رو تست کنم. خب ما اگر اینجا ببین این الان به دت پرافت، به پرافت نمیخوره، اندازه رنجش نمیخوره، این الان باید اینجا بخور. آره نه میخور. خب یه دقیقه نزنش. سوالم اینه که این الان به این میخوره؟ آره یه دقیقه برگرد. همین الان نمیخوره به اینه دیگه. حالا اگه من کست رنج اینو اضافه کنم، اگه من کست رنج اینو اضافه کنم، آره میتونم از عقبتر اینو بزنم. سوال اینه که اوه از هر دو جهت کست رنجش زیاد میشه. شت، یعنی هم کست رنج واقعی زیاد میشه، هم کست رنج شوتش زیاد میشه، هم کست رنج واقعا کستش. خب خب اینم از این، پس جفتش زیاد میشه. حالا لول اپ کنیم دوباره. اوکی این یکی چیه؟ The calling summon تو ادیشنال. اوه این چقدر جالب میشه، دو تا اضافه تر، یعنی به جای 4 تا که اینجوری باشه میکنه 6 تا. این یکی چیه؟ دو تا دچ، اوه دو تا شارژ از اینا. این خیلی بهتره، این برای ماجیکر توریشه احساس میکنم. مثلا اول این تالنت رو بگیریم، اینجوری میشه. ببین 3 4 5، این قشنگ هر ثانیه میزنه دیگه. آره به جای هر 1.5 ثانیه تقریبا هر 1 ثانیه میزنه. اون یکی تالنتش چی؟ اینم که معلومه دیگه، دو تا از اینا میزنی. شت چرا خوبه. خب این که مشخص، دو تا شارژ و 20% گانزلینگر. کدومه؟ آها اینه گانزلینگر. اوه شانسش میکنه 70%. اینو شد، اینم 20% ماجیک رزیستنس. چه تالنت 25% ماجیک رزیستنس. خلاقیتتون برای تالنت لول 25 همین بود؟ یعنی 25% ماجیک رزیستنس واقعا تر خلاق، اصلا کاری ندارم قویه ضعیفه خوبه، یعنی یه تالنت بهتر فکر نمیشه فکر کنیم. مثلا چه میدونم آقا این مثلا اولتیت رو بی کی بی بگیره، منطقی نیست آقا. تالنت لول 25 این چه 25% ماجیک رزیستنس بخوام چیکار؟
این یه ماجیکالی میشه که بی کی بی رد شه. بعد از تالنت 25 این انتظار کمیه. هیرو رو جلوش بی کی بی کنی به هیچ دردی نمیخوره. خب حداقل یه چیز یوسفول تر میذاشتیم. پیور آیا مثلا پیور می، حالا نمیگم پیور، میگم آقا از بی کی بی رد میشد، یه ماجیکالی بود که از بی کی بی رد میشد. نشستن اتاق فکر ولف، بچه ها تلنت 25 درست چیکار کنیم؟ شانس 3 شو زیاد کنیم، اینو دو برابر کنیم، دو تا به این اضافه کنیم، 25 درصد ماجیک رزیستنس بدیم، شما استخدام. خرخ واقعا نمیدونم، یعنی من اگر تلنت نمیدونم، حالا خیلی نمیخوام قور بزنم، خیلی هیروی قشنگیه، برنظر من با حال و حال میده. تلنت که لیول 10 هر کی استرنگت بگیره سوسک میشه، به خاطر اینکه تا حالا وین نگرفته تو زندگیش. قطعا دیدشات دمیج میگیری چون ما دمیج دوست داریم. بعدش خیلی سخته دمیج و کسترنجش حقیقت. مثلا کسترنجه برای ساپورت اسپلر توری ایناش که قطعا این اگه نه برای کریش 25 تا دمیج. بعدش احساس میکنم مثلا دوتا دیدشات چارج حتی بهتر تو هر حالتی از این. و بعدم که احتمالا راستیه دیگه. به خاطر اولتیشه که گوست میشه، مگه گوست میشه بیشتر دمیج میخوره؟ فکر نمیکنم بیشتر دمیج بخوره. الان یه سوال، من اینو میزنم. خب خب من چقدر دمش خوردم الان از این؟ هیچ فرقی نمیکنه ها. به خاطر اولتیت گست میشی بونس ماجیک دمش نمیخوری، فقط ملت نمیتونن بهت فیزیکال بزنن، ماجیک بیشتر نمیخوری. این بونتیشه چیز یاروشه خاصیتش. شارد آقانیم هم داره؟ نه شارد آقانیم هنوز نداره. آره دیگه اتکش رد میشه. میگم دیگه به نظر من بعد لول 25ش رو یه کاری میکردن که بی کی بگیره، اونجوری خیلی لیت گیم هم کری ریلایبلی میشد. نه اینکه بی کی اولتی کنه یا رو بی کی بی کنه واسه نگاش کنی هیچ کاری نتونی بکنی. اولتیش درست کار نمیکنه هنوز، مشکلش چیه؟ آه منظورش اینه چون اتک نمیخوره همه اسپلا رو میزنن سر ماجیک رزیست. خوبه، خب این چه منطقیه؟ یعنی خب وقتی اتک میخوره ملت همه اسپلا رو نمیریزن سرت، ماجیک رزیست اون موقع خوب نیست، فرق نمیکنه که. anyway در نهایت اولتیش از اونجایی که تو بونس ماجیکال دمیج میخور نمیخوری فرقی نداره، یعنی ماجیک رزیست همون قدی به دردش میخوره که به درد همه هیروهای دیگه میخوره. با لول 1 و 2 چجوری باش فارم کنی؟ لول 1 و 2 قراره تو لاین باش فارم کنی بچا. خب فقط یه چیزی، یه چیز باحال اینه که شما، یه چیز خیلی باحال بگم، یعنی مثلا اگه اینجا مثلا یارو میخواد فرار کنه یه کمبوی اینجوری دارین که این مثلا میخواد در بیاد، شما اینجوری دوباره برش میگردونی مثلا توی اسلو و دوباره بعد این مسیر رو بره، چیز باحالیه. یعنی این که جلوش میکاری، کسرنجش هم کم نیست، یعنی اینجوری کسرنجش خیلی خوبه به نظر من. بعد مثلا یارو اینجوری داره میره، فکر کن داره فرار میکنه، بعد تو دوباره برش میگردی تو، از برش میگردونی توی این، یعنی یه کمبو این اصطلاحا. این الان داره فرار میکنه مثلا، داری میزنیش برش میگردونی، میبینی؟ این خیلی باحاله. بعد عرضم به حضورت که اینش هم که مشخصه دابل اتکه، اینم که باز مشخصه دیگه، همه اتکات ماجیک میشه. هیروی باحالیه، بعدم نمیاد بازیش کنم. نولی فایر بندز روش میشه هیتش کرد؟ ببینم، یعنی دیسپل میشه دیسپل ب... نه نوشته دیسپل بل نیست، یعنی نولی فایر بخری چیز نمیشه، دیسپلش نمیکنه. ببین نه بازم نمیشه اتکش داد. اصلا این یه گستی میشه که دیسپلیبل نیست و کاریش نمیشه کرد. خب
اولتیش با رونت بروش چطوری میشه؟ هیچی، کار رونت بروش رو میکنه. من اولتی ریکی با شادو بلت چجوری میشه؟ اینم هم همون جوری میشه دیگه، نکته خاصی نداره. یعنی اینو بزنی همون چیزه دیگه، نکته نداره. اتکت ماجیکال تو دوباره ماجیک میکنه. اینم از این. آغانیمو شارد نداره، آغانیمو شارد هنوز نداره و کارش نمیشه کرد. خب بریم چت رو بخونیم. بگه بریم چت رو بریم پچ رو بخونیم.